این هفته چه کسی کامپیوترمون رو رصد کرد؟ فناوری چطور به جنگ کرونا در تایوان رفت؟ و چگونه پهپاد کوالاهای بغلی رو پیدا کرد؟ خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. امیدوارم وضعیت اونجا خوب باشه. اینجا که هوای خود گرمتر شده و ما با خیال راحت تری میتونیم بریم بیرون برای فیلم برداری. در چند ماه گذشته بخت با من یار بوده و تونستم از خونه کار کنم. اما نکته عجیب اینه که من هر وقت از خونه کار میکنم بیشتر و طولانی تر از وقتی که توی دفترم کار میکنم، چون توهم دارم که بقیه وقت فکر نکنن دارم زیرابی میرم. البته همه انقدر به وجدان خودشون فشار نمیارن. با دوستام که صحبت میکنم بسیاری از اونا معتقدن که حتی بعد از پایان این همه گیری بسیاری از خونه کار خواهند کرد و حالا که میلیون ها نفر از خونه کار میکنند چالش های جدیدی برای مدیران پیدا شده. یکیشون اینه که نظارت بر کارمندی که از خونه کار میکنه سخت‌تره و اعتماده که حرف اول رو میزنه. در هفته‌های اخیر تقاضا برای نرم‌افزار نظارت بر کارمندان در آمریکا به شدت بالا رفته. انگار اعتماد رو بین همه مساوی پخش نکردن. شاید شرکت‌ها بگن که این کار برای حفظ بهره‌وری لازمه، اما بقیه هم هستند که حس می‌کنن داریم یواش یواش وارد دوران نظارت‌های ترسناک میشیم. آدام ساتاریانو خبرنگار نیویورک تایمز به خاطر این نگرانی ها تصمیم گرفت که دست به یک آزمایش غیر عادی بزنه. می‌خواستم ببینم این نرم افزار نظارت بر کارمندها چطور کار میکنه و به نظرم رسید بهترین کار اینه که بندازمش به جون خودم. برای همین نرم افزار رو روی رایانه و تلفنم بارگذاری کردم و به مدیرم هم که تو سان فرانسیسکو مستقره امکان دسترسی دادم. همین که میدونین مدیرت مراقب تو میتونه ببینه که چه چیزهایی روی نمایشگر رایانته یا به فهرست وبسایتایی که باز کردی دسترسی داره، خودش یه جورایی رفتار و نحوه کار کردن رو عوض میکنه. آدم از نرم افزاری به نام هابستف استفاده کرده که حالا روی بیش از 100 هزار رایانه شرکت‌ها در آمریکا نصب شده و میتونه هر چند دقیقه یک بار عکسی از نمایشگرتون بگیره. نرم افزارهای دیگه‌ای هم در بازار هستند که میتونن حتی نمایشگرتون رو ضبط کنن و بر تک تک دکمه‌هایی که میزنید نظارت کنن. بعد از مدت این حس بهم دست داد که دیگه داره تو فضولی زیاده روی میکنه. آخر کار یه درصدی تحویل میده که مثلا قرار امتیاز بهره‌وری شما باشه و برای سنجش کار شما استفاده بشه. اما من هر کاری کردم امتیازم بالا نرفت، که خب تعجب‌آوره، چون من به نظرم بهره‌وری نسبتا خوبی دارم. از گفتنش خجالت میکشم، ولی اون عدد رو نگاه کردم، با خودم گفتم چی؟ چه خبره؟ خیلی سریع سوالهایی رو در ذهن شما مطرح میکنه، مثل اینکه این بابا داره چی کار میکنه؟ راستش باید حدس میزدم، چون وقتی برام توضیح داد که فقط زمانی رو که دارین تایپ میکنین و از وسیله و لپتاپتون استفاده میکنین میشماره، خیلی چیزا روشن میشه. اما مطلع شدن از بقیه کاراش خیلی عجیب بود و حس فضولی به آدم میداد. راستش یه جورایی زشت بود، چون نه تنها حریم خصوصی آدمو نقض میکنین، دارین حریم خصوصی افرادی رو که با شما تماس داشتن هم نقض میکنین. آزمایش آدام شامل نظارت یک مدیر بر یک کارمند می شد. شرکت های سازنده این نرم افزارها می گن که این تصویر دقیقی از شیوه استفاده مشتری ها از اونا نیست. مسئله در واقعیت فرق می کنه. در واقعیت من 100 نفر کارمند دارم، ولی کسی نیست که بره جزئیات کار همه اون 100 نفر رو بررسی کنه. اونا فقط می خوان از مسائل اساسی مطلع بشن. همونایی که درباره شون حرف زدیم. جزئیات کار برای وقتی در تخته با هم جور در نمیاد. اما رشد ناگهانی تقاضا در ایالات متحده باعث شده تا نبود حمایت قانونی از حریم شخصی کارمندان مورد توجه قرار بگیره و در این حال نبود توازن قدرت بین کارمند و کارفرما برجسته بشه.
دولت باید وارد عمل بشه تا کارمندا مجبور نباشن در قرارداد کار بر سر شأن خودشون مذاکره کنن. من در ماه فوریه برای ارائه برخی توضیحات به کمیسیون کار و آموزش کنگره رفتم. موضوع نظارت بر بهره‌وری کارمندان و در عین حال سرنوشت اطلاعاتی گردآوری شده بود. حالا که میلیون ها نفر از ما از خونه کار میکنیم، نگرانی های دکتر آجونبا از قبل هم جدیتر شده. او به ما گفت که کارفرما همین حالا مخفیانه کارمندانشون رو تحت نظر دارن، چون هیچ قانونی وجود نداره که اونا رو مجبور کنه به کارمندها چیزی درباره نظارت بگن. It's now a free for all. It's a wild, wild west. الان کاملا هرکیه. انگار رفتیم غرب وحشی. ما قبلا فکر میکردیم که فقط بر ریز رفتار کارگرای بیچاره انبارها و کارخونه ها نظارت میشه. ولی حالا وضع همه همینه. مسئله دیگه اینه که گردآوری این همه اطلاعات میتونه به تبعیض در استخدام منتهی بشه. If you're taking screenshots, you might discover information. اگه دارین از نمایشگر عکس میگیرین، شاید اطلاعاتی درباره اون کارمند کشف کنین که در فضای کار سنتی کشف نمی‌کردین. شاید بفهمین که اون کارمند خاص گرایش جنسی دیگه‌ای داره که میتونه به تبعیض بر این اساس منجر بشه یا یه مذهب دیگه. Or a different religion. اما در اروپا نظارت بر بهره‌وری کارمندان هنوز غیرقانونیه و قوانین نظارتی مربوط به این کار خیلی سختگیرانه تره. در اروپا ما باید به مردم بگیم که چه کاری رو انجام میدیم و مطمئن باشیم که کارمون قانوناً مشکلی نداره. اگه سازمانی مصلحت میبینه که اطلاعات مربوط به بهره‌وری نیروی کار رو در بعضی حیطه‌ها جمع بکنه، میتونه بدون اجازه دست به این کار بزنه. اما باید با کارمندا شفاف برخورد بکنه و به اونا بگه که داره چه کار میکنه و البته تمهیدات لازم برای محافظت از اون اطلاعات رو هم آماده کنه. شاید این نوع نظارت بر کارمندان در آینده عادی بشه، اما واضحه که بحث داغی پیرامون شکل خواهد گرفت. علتش هم ساده است. خود شما اگه بفهمید زیر رصد رئیستون قرار دارید، چه حسی بهتون دست میده؟ این هفته هند، تیک تاک و 58 اپ چینی دیگر رو بر سر مناقشه مرزی بین دو کشور ممنوع کرد. در پی تصویب قانون امنیت ملی توسط چین، آمریکا صادرات فناوری‌های حساس رو به هنگ کنگ متوقف کرد. و خدمات استریمینگ زنده توییچ حساب کاربری ترامپ رو به خاطر نفرت پراکنی به تعلیق درآورد. این اقدام در پی بسته شدن دو گروه طرفدار ترامپ در ردیت به خاطر نقض مکرر قوانین مربوط به نفرت پراکنی صورت گرفت. لولولمون شرکت تولید کننده لباس یوگا میرور استارتاپ فناوری‌های خانگی فیتنس رو به قیمت 500 میلیون دلار خرید. میرور نمایشگرهای دیواری متصل به اینترنت رو به عنوان جایگزین جیم عرضه می‌کنه. مدیر عامل لولولمون گفته تقاضا برای محصولات ورزشی خانگی افزایش پیدا کرده. گروه سی سیل ام‌آی‌تی ربات تازه‌ای رو برای گندزدایی از بانک غذای بوستون بزرگ اعزام کرد. ام‌آی‌تی میگه این ربات میتونه سریع کار کنه و به نظافت مدارس، فروشگاه‌ها و انبارها کمک کنه. و در آخر یکی از انسان نماترین ربات‌های هیروشی ایشیگورو قرار وارد عرصه بازیگری بشه. اریکا که توسط دانشگاه اوساکا طراحی شده، قرار نقشی رو در فیلم علمی تخیلی بی بازی کنه. پروفسور ایشیگورو و کی هی اوگاوا بانک داده هوش مصنوعی برای سبک بازیگری اریکا طراحی کردند. یکی از جایی که تقریبا بدون مشکل و طبق روال عادی به کار خودش ادامه داد تایوان بود. خیلی‌ها فکر می‌کردن که با وجود پرواز مستقیم به ووهان و خیلی از شهرهای پرجمعیت جهان، این رویکرد منجر به فاجعه بشه. اما تعداد فوتی‌های کووید 19 در تایوان تا 20 مه فقط 7 نفر بود. کجای کارشون درست بود؟ تایوان در سال 2003 با یه همه‌گیری دیگه هم که در چین پدیدار شده بود روبرو شد. سارس.
اما این بار دولت از همون اول شروع کرد به آزمایش و ردگیری بخش‌های مشخصی از جمعیت. برای مثال از داده‌های مسافرتی مردم استفاده کردند تا ببینن کی تازه از ووهان برگشته و از داده‌های سلامتی استفاده کردند تا ببینن کی اخیراً مشکل سلامتی داشته. کسانی که قرنطینه شده بودند با استفاده از داده‌های مکانی گوشی همراهشون تحت نظر قرار گرفتند. اما این جزیره دموکراتیک چطور تونست مردمش رو راضی کنه که چنین استفاده از داده هاشون بشه؟ ما با اودری تنگ، وزیر دیجیتال تایوان صحبت کردیم. او یکی از فعالان جنبش دانشجوی آفتابگردان بود که در سال 2014 به ساختمان مجلس حمله کردند تا صداشون رو به گوش سیاستمداران برسونن. در بین معترضان هکرهای اجتماعی مثل او بودند که سعی می‌کنند با همکاری و استفاده از داده‌های منبع باز مشکلات عمومی جامعه را حل کنند. اونا حالا تونستن ابزارهای شفافی ایجاد کنند که به شهروندان اجازه میده نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند. تسخیر مجلس در اواخر سال 2014 نقطه آغازی بود برای آشنا شدن کل کابینه با هنر شنیدن در مقیاس بزرگ. و شنیدن هنوز ادامه داره. برای همین وقتی یکی از شهروندان هشدار و افشاگری دکتر لی بن لیانگ درباره بیماری جدیدی شبیه سارس رو در اواخر ماه دسامبر همرسانی کرد، حواس مردم جمع شد. همین به ما اجازه داد تا برای ایجاد مرکز مدیریت همگیری وقت کافی داشته باشیم، حتی پیش از کشف نخستین مورد محلی ابتلا به بیماری. تایوان دوست داشت که در کنار پیام‌های محکمی که در رابطه با شستن دست‌ها و فاصله گذاری اجتماعی صادر می‌کرد، بر مزایای استفاده از ماسک هم تأکید بکنه. In Taiwan, people care about each other. تایوانی‌ها به هم اهمیت میدن و ما ماسک رو تبدیل کردیم به ابزاری برای یادآوری الف، شستن خوب دست‌ها و ب، جلوگیری از دست زدن به دهان که مهمترین مزیت استفاده از ماسک برای مردم هم هست. ما میدونیم کافیه اکثریت مردم حاضر در یک مکان ماسک داشته باشن تا فرایند محافظت از همدیگه شروع بشه. فشار گروه همتا فقط وقتی مؤثره که بیشتر افراد حاضر در اتاق ماسک زده باشن. تولید ماسک از روزی 2 میلیون به روزی 20 میلیون افزایش داده شد و خریدش رو هم جیره بندی کردن تا کسی بیش از حد نیازش نخره. سپس برنامه نویسا دست به کار شدن و نقشه زندگی موجودی ماسک رو درست کردن تا مردم بدونن نزدیکترین فروشگاهی که ماسک داره کجاست. هرچی استفاده از این نقشه بیشتر شد، داوطلبان بیشتری هم به بهتر شدنشون کمک کردند و پیام‌های صوتی هم برای استفاده کسانی که مشکل بینایی دارند به امکاناتشون اضافه شد. We trust the people a lot. ما خیلی به مردم اعتماد داریم. بعضی وقتها هم مردم به ما اعتماد دارن. و کسانی که اول اعتماد میکنن، نوآوری‌هاشون با حمایت دولت در عمل به پروژه‌های زیرساخت کشور تبدیل میشه. بیش از 10 میلیون نفر در این کار مشارکت میکنن تا همدیگر رو پاسخگو نگه دارن. وقتی در اینترنت شایعاتی مطرح شد که دستمال توالت از همون کاغذی ساخته شده که باهاش ماسک میسازن، تقاضا برای خرید دستمال توالت بالا رفت. واکنش رسمی این بود که از نخست وزیر این کشور برای رد این اطلاعات غلط استفاده بشه، اونم با کمک یک میم. باسنش رو یه خورده تکون میده و میگه هر یک از ما فقط یه باسن داریم. بعدش جدولی نشون داده میشه که میگه ماسک با مواد داخلی ساخته میشه و دستمال توالت با مواد وارداتی از آمریکای جنوبی و هیچ ربطی بینشون نیست. این میم به سرعت همه جا پخش شد. ما کاری میکنیم که سرعت پخش این ایده ها از تئوری های توطئه و شایعات بیشتر بشه. راهش هم استفاده از سگ های بامزه در میم هاست که کنفرانس های مطبوعاتی رو به زبون سگی ترجمه میکنن، که مثلا قوانین مربوط به ضد عفونی دست ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک رو توضیح میده. یعنی ما واقعا یه سگ سخنگو داریم و میم ها به سرعت پخش میشن. وقتی سارس شایع شده بود، ما باید بیخبر یه بیمارستان رو برای مدت نامحدودی قرق میکردیم، کاری که به سختی قانونی محسوب میشد. ما با یه بحران بی‌اعتمادی شدید روبرو بودیم. بی نظمی وحشتناکی بر همه چیز حاکم بود، ولی خب تجربیات این شکلی کل جامعه رو واکسینه می کنه.
مسئله مهم اینه که شما باید به عنوان یک جامعه شروع کنید به مشورت درباره مثلا استفاده از اطلاعات. آیا میخواین استفاده از اطلاعات رو به جامعه مدنی قدرتمند واگذار کنید یا ترجیحتون نظارت گسترده دولتیه؟ یا دوست دارین این نقش رو به شرکت‌های چند ملیتی واگذار کنید؟ و این تصمیم باید پیش از رسیدن موج بعدی یا جهش بعدی ویروس توسط کل جامعه گرفته بشه. اینه که تعیین میکنه شما به عنوان یک جامعه چه واکنشی نشون خواهید داد. این روزا که اخبار آتش سوزی در دشتها، جنگلها و کوههای ایران به گوش میرسه، بسیاری به یاد آتش سوزی بزرگ دشتهای استرالیا میفتند که یکی از فاجعه بارترین وقایع عصری بود که توش داریم زندگی میکنیم. چه خون و زندگی هایی که در این آتش سوزی از بین نرفت. تخمین زده میشه 1 میلیارد جانور در این آتش سوزی جان خودشون از دست دادند و برخی میگن که دیگه حالا کوالا رو بایستی در دسته‌بندی حیوانات در معرض تهدید قرار داد. اعضای گروه وستپک لیتل ریپر دارن در دل شب دنبال کانگروها میگردن. همینطور که میبینید اینجا پر از کانگروست. میبینید که تمایزشون از پس زمینه به خوبی امکان پذیره. فیلمبرداری رو پیش از طلوع آفتاب، یعنی در سردترین زمان روز شروع کردیم تا دوربین‌های حرارتی جدیدی که به پهپادها وصل کردیم درست کار کنن. توانایی‌های حرارتی این پهپاد نه تنها میتونه محدودی بزرگی رو در یک چشم به هم زدن بررسی کنه، بلکه به درد کارهای دیگه هم میخوره. رد حرارتی دیدن حیوانات رو در شب راحت تر میکنه. حرارت طبیعی بدنشون باعث میشه حتی از ورای پوشش گیاهی پرپشت هم دیده بشن و میشه با ثبت دمای بدن متفاوت حیوانات گونه های مختلف رو از هم تشخیص داد. حیوانات مختلف دمای مختلفی نشون میدن، پوشش متفاوتی دارند که اونا رو ایزوله میکنه و شما فقط باید اونا رو از هم تشخیص بدید. اما معلومه که تعداد زیادی کانگورو در این منطقه هستند. اگر بر فراز منطقه‌ای پرواز کنیم و کانگورویی رو ببینیم که به نظر میرسه متفاوت راه میره یا به اندازه عادی تکون نمیخوره یا الگوی حرکتیش عادی نیست، روی اون متمرکز میشیم و اگر از نزدیک شدن پهپاد نترسه یا تکون نخوره یا انسانی بهش نزدیک بشه و اون نه تکون بخوره و نه بترسه، اون وقت میفهمیم که احتمالاً مشکلی برای سلامتیشون پیش اومده و سعی میکنیم بفهمیم چی شده تا بتونیم به ناجیان اطلاع بدیم. دکتر گرانت همیلتون از دانشگاه فناوری کوینزلند هم داره برای نظارت بر وضع کوالاها از پهپاد استفاده میکنه. او الگوریتمی نوشته که با کمک رایانه تصاویر رو تحلیل میکنه و به طور خودکار حیوانات رو در صحرای استرالیا تشخیص میده. سمت راست الگوریتمی رو میبینیم که باهوش مصنوعی کار میکنه و سمت چپ هم تصویر حرارتی دیده میشه. اون یک کوالاست. در ابتدا کانگروها رو هم به اشتباه کوالا تشخیص میداد. حتی آدم ها و کاپوت خودروها رو به اشتباه کوالا فرض میکرد. اما نکته همینه دیگه، شما باید این الگوریتم رو مرتب تمرین بدین تا بهتر و بهتر بشه، تا جایی که در تشخیص کوالا از آدم بهتر کار بکنه. ما پردازش میدانی نداریم. همه الگوریتم هایی که تا امروز طراحی کردیم کار پردازش رو در دانشگاه انجام میدن. برای همین حالا میخوایم با دانشگاه ها و مؤسسات کار کنیم، اطلاعات و الگوریتم هایی رو که تولید کردن بگیریم و با فناوری خودمون ترکیب کنیم. اینطوری میتونیم کارهای تجسسی رو در شب و در محل انجام بدیم و همزمان هم به نتایجش دسترسی داشته باشیم. مسئله اساسی اینه. دکتر مایکل پاین یکی از کسایی که میتونه اطلاعات خوبی درباره حیوانات استرالیا به ما بده. وقتی من 20 سال پیش کارم رو اینجا شروع کردم، در یک سال فقط 3 تا کوالا اینجا بستری شدن، اما پارسال حدود 600 تا کوالا داشتیم. دختر خوب. به نظر او وجود یه سرشماری دیجیتال بروز میتونه خیلی مفید باشه. این تحقیقات به نوبت انجام میشن، شاید هر 10 سال. در بعضی مناطق اصلا انجام نمیشن. فناوری‌هایی مثل پهپاد میتونن با استفاده از این دوربین‌های حرارتی در زمانی کوتاه مناطق پهناوری رو پوشش بدن.
اونم با خرج نسبتا کم تا اعداد به دستمون برسه و بدونیم که چند تا کالا داریم. این واقعا حیاتیه. ما فقط وقتی میتونیم وضعیت رو به درستی مدیریت کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم که بدونیم چه چیزایی داریم. کوالاها نه تنها از آتش سوزی و مسئله بنیادی تر یعنی خشکسالی تهدید میشن، بلکه عفونت کلامیدیا هم براشون شدیداً خطرآفرین شده. برای همین کادر درمانی بیمارستان از فناوری خودشون برای تشخیص این بیماری استفاده میکنن. ما میتونیم نمونه برداری کنیم و با استفاده از این دستگاه که جینی 3 نام داره ظرف 25 دقیقه بفهمیم که کلامیدیا در اون نمونه هست یا نه. این خیلی خوبه چون میتونیم با خودمون هم کنیم. اهمیتش در اینه که به ما اجازه میده درمان مناسب رو شروع کنیم و بعد از پایان درمان هم نشون میده که آیا درمان موفق بوده یا نه. هنوز خیلی کار مونده و در واقع این تازه اول کار مهمیه که به ما نشون میده چی باقی مونده. چیز دیگه ای که باید در نظر گرفت اینه که این فقط یه فصل آتش سوزیه و وقوع آتش سوزی در دشت‌های استرالیا خیلی عادیه. برای همین اگه الان نتونیم سرشماری خوبی داشته باشیم نمیتونیم به درک درستی از اتفاقات آتی برسیم. گزارشی بود از نیک کوک. اما یه موضوع دیگه، مایکروسافت و سونی برنامه‌های بزرگی برای سال 2020 داشتند و می‌خواستند به ترتیب ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن 5 رو روانه بازار کنند. اما همه‌گیری کرونا این برنامه‌ها رو به تأخیر انداخت. سونی چند هفته پیش بالاخره از پلی استیشن 5 رونمایی کرد. برای اینکه یکم از اوضاع احوال صنعت گیم سر در بیاریم با مدیر برنامه ایکس باکس تماس گرفتیم تا از تأثیر احتمالی ویروس کرونا بر صنعت گیم بگه، صنعتی که به خیلیا در تنهایی ناشی از قرنطینه کمک کرده. روشنش کن، دسته رو بردار و بازی کن. میلیون ها نفر در سراسر دنیا همین کار رو در قرنطینه کردن. بعضی وقتا برای سرگرم کردن خودشون بوده و بعضی وقتا هم برای بیرون رفتن از خونه، گپ زدن با دوستان و خانواده یا فقط برای گذران وقت. اینا چیزایی بوده که فیل اسپنسر، مدیر برنامه ایکس باکس، از نزدیک به طور دقیق بررسی کرده، مخصوصا در دوره قرنطینه. میدونم که همه بازی نمی‌کنن، اما بیش از نیمی از مردم دنیا که به اینترنت دسترسی دارن بازی می‌کنن، یعنی بیش از 2,600,000,000 نفر. حقیقت اینه که مردم میتونن همچنان از بازی برای دلایل انگیزشی استفاده کنن، داستان‌های جدید، خالقان جدید و دوستان جدیدی پیدا کنن که باهاشون هم بازی بشن. زیبایی کار ما به نظرم در اینه. در ابتدای کار وقتی تازه داشتیم کار از خونه رو شروع می‌کردیم، سوالات زیادی مطرح بود. چه اتفاقی برای زنجیره تأمین می‌افته؟ آزمایش سخت افزار چی میشه؟ و مهمتر از همه چه اتفاقی برای ایمنی و امنیت گروهمون می‌افته؟ اما حالا که به تولید سخت افزار نگاه می‌کنم حس خوبی دارم. همه ما در خونه‌هامون کیت تست داریم و ساعت‌ها وقت صرف آزمایش کردن می‌کنیم تا همه چی اونطور که باید کار کنه. به نظر میرسه که زنجیره تامین قرار نیست مشکلی برای ساخت و عرضه محصول نهایی ایجاد بکنه. برای همین نهایتاً 2 هفته زمان از دست دادیم تا کارها رو غلتک بیفته. اما حس میکنم که میتونیم اون زمان از دست رفته رو به مرور جبران کنیم و در کل حس خوبی برای رونمایی در پاییز امسال دارم. اما الان وقت بدی برای رونمایی از یک دستگاه جدید نیست؟ راستش من بیشتر تمرکزم رو گذاشتم روی وضعیت کلان اقتصادی. میبینیم که داره تأثیر میذاره و خیلی ها یا به مرخصی اجباری فرستاده شدن یا اخراج شدن. خب وضع واقعا بده و ما هم میدونیم که صنعت بازی بالاخره یه فعالیت تفریحی الزامی نیست. ما مثل خوراک و سرپناه نیستیم. اگه خانواده‌ای تصمیم بگیری که امسال نمیخواد ایکس باکس بخره، اشکالی نداره. استراتژی ما بر پایه تعداد دستگاه‌هایی که امسال می‌فروشیم طراحی نشده. اما فقط سخت افزار نیست که داره توسط تیم‌هایی که از خونه کار می‌کنن توسعه داده میشه. کسانی که بازی‌ها رو می‌سازن هم دارن همینطوری کار می‌کنن. استودیو موجنگ، سازنده بازی موفق ماینکرافت، داشت مراحل نهایی ساخت بازی جدیدش یعنی ماینکرافت داجنز رو طی می‌کرد که محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری شروع شد. Thank
خوشبختانه تیم ما کمابیش به دورکاری عادت داشت. ما در استکهلم کار میکنیم و استودیوی خواهرمون در ردمونده. برای همین راه‌های ارتباطیمون با اون طرف اقیانوس اطلس برقراره و به زیرساخت‌های لازم برای دورکاری دسترسی داریم. واضحه که ساخت بازی ادامه داره و برنامه همچنان اینه که نسل بعدی کنسول‌ها تا پایان سال به بازار عرضه بشه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. اونجا یک لیستی به نام کلیک هست که میتونید این برنامه و برنامه پیشین اونجا پیدا کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.